ببینید، یه آقای تقی ارانی یک آدمی بود که حالا به خرج دولت ایران رفته بود، دانشجو شد، خرجشو میدادن و در آغاز هم که رفته بود آلمان، اگه نادرست نگم دوربر جنگ جهانی یکم یا پس از جنگ جهانی یکم، حتی با آدمای میهن پرستی دمخور بود، مثل روانشاد توردابود، جمالزاده، کاظمزاده ایرانشهر، همکاری میکرد تو مجله کاوه که بسیار هم ایران پرست بودن گردانندگان مجله کاوه. ولی یه آدم، مهم نیست که یه آدم اون موقع چه کار میکرده، آیا میهن پرست بوده نبوده، مهم اینه که بعدن ایشون تو چه راهی افتاد. مثل که بگن یه آدمی مثلا 20 سال خوب بوده، ببخشید 40 سال خوب بوده، 45 سال خوب بوده، سر 50 سالگی زده 3 نفر رو کشته. خب کسی لحاظ نمی کنه که آقا 40-45 سال آدم خوبی بوده، میگن الان زده چی؟ الان زده 2-3 نفر رو زده کشته و باید پاسخگو باشه. خب ربطی نداری آقا در یه مقطع کوتاهی با بزرگانی چون توردابود و کاظم‌زاده ایران شهر دمخور بوده، مهم اینه که بعدش چه غلطی کرد و چه آسیبهایی به ایران زد. ندوان قاسمی گرامی هر موقع پیدا شد بفرم. بعد ببینید این آقا، سرتون رو به درد دارم همینان گرامی، این آقا بسیار ایران ستیز بود، چپ مغز بود، مزدور شوروی بود، بسیار پهلوی ستیز بود. یه گروه جماعتی بودن معروف شدن به نام 53 نفر که آقا یکی از اون 53 نفر بود. این آقا پدر تقی ارانی که الان حجت کلاشی، که میگم چرا، که براتون بسیار شنیدنی خواهد بود که چرا حجت کلاشی داره چه پالسایی چه سیگنالایی داره میفرسته. ببخشید دکتر جان، جواب که من فرستادم تو تلگرامتون، سپاسگزارم بی اندازه از شما کرد. که داره چه سیگنالایی میده که با امنیت رضا شاه دوم و خانوادهش در ارتباطه، من امروز برای شما توضیح میدم. ببینید آقای تقی ارانی جز این گروه 53 نفر بود. حزب توده اصلا لقبی که به تقی ارانی میده، میگه پدر حزب توده، شهید توده ها، شهید حزب توده، شهید خلق، یا شهید چه میدونم توده. براش مراسم بارها گرفتن، اونو در حد یه چه میدونم یک خدا بالا بردن. این آقا پایه‌گذار فرقه جمهوری نامش هم همینه ها، فرقه جمهوری انقلابی ایران، یه عده جرثومه ایران ستیز دشمن رضا شاه جمع شده بودن دور همدیگه، فرقه انقلابی، فرقه جمهوری انقلابی ایران. بدرن لطف کنید کاملتر بگید مشروطه چی هایی که دشمن رضا شاه بودن، چون جمع مشروطه چی بودن. و حالا یه چیزای جالبی ازش میگم که واقعا شگفت انگیز، امیدوارم شما این گفته ها رو تکمیل بفرمایید، کدبان قاسمی گرامی و کدبان کمالپور گرام. خب این آقا موقعی که دو تا مشروط خواه به نام مصدق و سلطنه قجر و آقای مدرس که مشروط خواه بودن، به رضا شاه چی میگفتن تو مجلس؟ اسنادش هست، میگفتن جناب وزیر الوزراء یا چه میدانم هر چیز دیگری که اینها میگفتن، شما بیاید شما اصلا نخست وزیر باش. چرا؟ چون این سلطان نقش نمایشی داره، نقش چیزی داره، مشروطه داره و دست و بالش بسته است. شما اگر وزیر الوزراء باشی، نخست وزیر باشی، شما دستت بیشتر بازه برای دستت بیشتر برای ساخت کشور بازه. هدف چی بود؟ هدف این بود که رضا شاه پادشاه نشه، چون به خوبی شناخته بودنش که چه کارهای بزرگی برای ایران کرده، فهمیده بودن، با روحیه ایران پرستیش آشنا شده بودن، با اون روحیه آشتی ناپذیرش با دشمنان ایران آشنا بودن، میخواستن بشه نخست وزیر که بعدن در موقعی که ایشون برای اینها دردسر بیشتری فراهم کرد، راحت بذارنش با یه فرمان بذارنش به عنوان نخست وزیر کنار. ولی اگر پادشاه میشد نمیتونستن این کار رو بکنن و اربابان مصدق و سلطنه قجر و مدرس که انگلستان باشه خوشش نمیومد که رضا شاه بشه شاه. دکتر جان اون مطلب آماده است،
اگه بزرگواری کنید این بسیار مهمه، خیلی خیلی اگر اشتباه نکنم 72 سال پیش حجت لاشی چه کلاشی نوشته سیاست به شهر یعنی به پلیس رب دارد، به پلیس یعنی موضوع سیاست جستجوی خیر آن شهر و آن واحد است. سیاست جایی است برای جستجوی خیر ملی و عمومی. تقی عرانی میگفت من کمونیسم را به عنوان یک فرمول ترقی در یک واحد ملی قبول دارم. میگفت من اصلا باور به واحد غیر ملی ندارم و کمونیسم را به عنوان فرمول ترقی در واحد ملی میپذیرم. از این جهت تقی عرانی یک چهره ملی بود. حالا باید اینجا گفته بشه آی اشه بالاسی پخ یدین غلط دین. حالا بره خودش میدونه چی بهش گفت. حالا اینی که دکتر جان الان یه چیزی گفتی که منم متوجه نشدم، ولی خب یه مطلبی رو من بگم الان به حجت کلاشی و اون اینی که آقای کلاشی اون زمانی که شما از اردبیل میخواستی بری تو حوزه علمیه طبق رسم تو اردبیل کسانی که پسر بچه هایی که مفعول هستن یه کاسه نخود معروف اونجا، شما تا اون موقع که میخواستی بری حوزه علمیه تا اون جایی که خبر به ما رسیده اون کاسه نخود پر شده بوده. دوستان کاسه نخود منظور اینه پسر بچه هایی که مفعول هستن تو اردبیل به ازای هر باری که بهشون لطف میشه یه دونه نخود میندازن تو اون کاسه. بعد حجت کلاشی این کاسه نخودش رو میبره تو حوزه علمیه که به ازای هر باری که اونجا به عنوان فاعل فعالیت میکنه یه دونه نخود ازش کم بشه، کم بکنه تا این نخوداش تموم بشه. در نهایت اون کاسه نخوده که تموم نمیشه هیچی از حوزه علمیه میاد بیرون، دو تا کاسه نخود دیگه اضافه میزنن زیر بغلش میاد بیرون. آقای حجت کلاشی تعداد نخودهای شما حتی در یک شب جمعه هم دست ما هست که چقدر نخود ریختی تو اون کاسه. خب حواست باش. بفرمایید جناب. خواهش میکنم دکتر. ببینید پس این آقا چی شد؟ این آقا مؤسس فکری آقای تقی عرانی خود. حالا من اینا رو میگم دوستان خودشون این تیکای پازل رو بذارن کنار هم دیگه، این قطعا رو بچینن کنار هم دیگه ببینن چه تصویر دهشتناکی به وجود میاد. تقی عرانی بنیانگذار و پدر فکری حزب توده است که حزب توده بهش میگه پدر توده و نمیدونم شهید توده که اسنادش الان نشون میدیم. مؤسس پایه‌گذار فرقه جمهوری انقلابی ایرانه، در بازسازی و احیای حزب کمونیست ایران نقش داشته، دشمن رضا شاه بوده، رضا شاه رو مزدور انگلستان میدونه، به رضا شاه میگه سردسته راهزنان. آخه کلاشی پوفیوز تو در این مردک ایران ستیز چی دیدی که بهش میگی چهره ملی؟ ها چی دیدی در چهره این خودشو؟ درود بر شرفتون، درود بر شرفتون. آقای تقی عرانی سابقه حضور در حوزه علمیه رو داره. تقی عرانی جمهوری خواه، دشمن پهلوی ها، وجه اشتراک خودش رو داره در آینه تقی عرانی میبینه. حجت کلاشی انگار تقی عرانی است در سال 2582، تقریبا هم از یه منطقه بودن. حالا من کار به زبان و قوم و منطقه ندارم، اصلا ربطی نداره، همه جا خوب و بد هست، ولی اینا دوتاشون تو حوزه رفته بودن، آموزش حوزوی دیده بودن، دوتا جمهوری خواه و دشمن پهلوی ها. درود به شرفتون. دقیقا شد 4-5 تا وجه اشتراک. ببینید موقعی که احمد سلطان قجر رو که دشمن ایرانی هم کاسه نخود داشته، عرانی رو نمیدونم، ولی از این هم شد وجه مشترک بعدی. وقتی شما میگین نمیدونم یعنی داشته. خب بفهم. خب ببینید موقعی که احمد سلطان قجر رو که دشمن ایرانیان بود و با انگلیسی ها در نژادکشی 8 میلیونی ایرانیان، دست کم 8 میلیونی همکاری داشت. ببینید این آدم چقدر بیشرف بوده، قله رو انبار میکرده که هرچی این قحطی بیشتر میشه بتونه در مثلا 6 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، 8 ماه دیگه به چند برابر قیمت به مردم گرسنه و بیپناه ایران
بفروشه، مردم برن این داستان قحطی بزرگ رو بخونن، این نژادکشی سازمان یافته رو بخونید. من پدر بزرگم برام تعریف میکرد راجع به این قضیه که میگفت حالا باز بعض اونا خوب بوده چون توی منطقه‌ای بودن مجبور بودن برن از رودخونه ماهی میگرفتن، نمیدونم کارشون به شکار پرندگان کشیده بود، آرد رو با خاک اره با آرد هسته نخود قاطی میکردن، دوچار هزار یه مشکل شده بودن. برید تحقیق کنید، اینا مال دو سه نسل پیشه، مال 70 نسل پیش که نیست که. احمد سلطانی که تو این قضیه دست داشته با انگلیسی ها و میگفت لبو فروشی یا سبزی فروشی به فرنگ رو بر پادشاهی یا سلطنت در برای این مردم ترجیح میدم، آقای تقی ارانی ناراحت میشه از اینکه احمد سلطان میره کنار. و ببینید یه آدم چقدر باید پوفیوز باشه که میاد یه سری اصلا یه مرثیه نوشته ای آقا، یه سری مشکلات مملکت رو کشور رو برمیشموره که میگه شکنجه، زندان، قحطی، گرفتاری، بدبختی، بعد جمله آخرش ببینید چیه. تو را به خدا چه نامی میشه برای این پوفیوزی که حجت الله کلاشی بهش علاقه داره گذاشت؟ میگه در پس این همه فقر و فلاکت و شکنجه و گرفتاری چگونه میتوان دولت ملی دایر کرد؟ اصلا نمیدونم، شگفت انگیزه. احمد سلطان که عامل نژادکشی ایرانیان توش دست داشته، همکار انگلستان بوده در این پروژه، قله احتکار کرده صدها هزار تن یا هزاران تن هر چقدر که بوده، من نمیدونم میزانش چقدر احتکار کرده، و چندین برابر قیمت به مردم گرسنه در تهران و شهرهای دیگه فروخته، ناراحته از اینکه رضا شاه اومده در سال 1304 بر سر کار، میگه الان چه موقع دایر کردن دولت ملی است. بعد این گجسته که پلید پلش حجت الله کلاشی میگه آقا چهره ملی بوده. دکتر یه چیزی من اینجا اضافه کنم، این صحبت حجت کلاش میدونید کجا زده شده؟ در مجد، در محل یا دکان جدید یکی از شعبه های زیر مجموعی افتیدی به اسم فریدون که اعضاش امیرحسین اعتمادی هن، علیرضا کیانی، سعید قاسمی نژاده، اون یکی نادره، نم چی نادره، حجت کلاشه، روشنک آسترکیه، علیرضا نادر، ارفان و گانه فرده، چان؟ علیرضا نادره، سردبیر اصلیش هم محسن سازگاراست و سوراخ دعاش هم، سوراخ پولش هم که از دو جهت میاد، یک از طریف بنیاد سروس و دو از طرف ستمدرزا موسوی نژاد. و به به و چه چه در مجله فریدون، در سوراخی به نام فریدون که همه دوستان در جریانش هست. بفرمایید. خوشم میاد شما دو بزرگوار بین خطوط رو اینقدر زیبا میخونید که همیشه آموزنده است برای همه، سپاسگزارم. اتفاقا نامهای درستی رو بردید همزمان با این توییت که اتفاقا شما برای من فرستادید و بعدش هم توییت الهه بغرات رو اگه یادتون باشه و امیرحسین اعتمادی رو فرستادین که با کپی کردن یه جورایی از حجت اومدن صحبت از چپ ملی میکنن. بله. در کنفرانس هم... اینو اعلام کرد امیرحسین اعتمادی که با حجت کلاشی نشسته بودن، اینو اعلام کرد که چپهای ملی میتونن در آینده ایران نقش داشته باشند. آره جوجه های دست پرورده نسل 3 و 4 تقی ارانی. الان میگم بقیهش مونده، این پلش نامه مونده بقیهش. الهه بغرات کیه؟ بالا دست روشنک آسترکی تو کیهان لندن. و یک چریک تروریست فدایی خلقی که دستش به خون ایرانیان آلوده است. دقیقا شورشی 57. خیلی جالبه چقدر اینا شبکن دیگه. ببینید به غیر از این، اینا یه جزوهی منتشر میکنن به نام جزوه بیان حق، یه جزوه 39 صفحه‌ای بود، بعد به فرانسه هم برگردانش کردن، تو خیلی جاها تو اروپا هم در اختیار روزنامه‌ها گذاشتن، سراسر توهین، به توش پر از ناسزاگویی، چرند و پرند زیاد داره، به فرانسه برگردان شد، خیلی جاها پخش شد. ببینید توش چی میگه، یعنی میخوام ببینم این مردک اینقدر پرده ایران ستیزی و پهلوی ستیزی برابر چشماشو گرفته بوده. خب سفرم به مسکو داشته، بعد کاگبه خوب آموزشش داده بود تقی ارانی رو توپل و آماده پس فرستادن به ایران. تقی ارانی رو کاگبه حسابی ساخته بود. بعد یه آقا میگه چهره ملی این مردک تقی ارانی که از زندان از تیفوس گرفت و مرد و بهش میگن شهید توده، مثل همون داستان
به قول معروف صمد بیرنگی و تختی و هر کی تو در زمان پیش از شورش 57 چهره های سرشناس میمردن مینداختن گردن دولت شاهنشاهی و شاهنشاه آریامه. خب این آقا مرد، گفتن شهید راه توده. و خیلی جالبه شایعه کشتن این رو برای نخستین بار سفارت انگلستان پخش میکنه. سفارت انگلستان. خب ببینید آقا تو جزء بیان چی میگه. میگه هیچ فرقی میان غارتگران دوران قاجار و امیران لشکر رضاخان وجود ندارد. البته اگر راهزنان دیروزی، یعنی منظورش قجریه، از روی اعتقادات مذهبی دارای رحم و مروت بودن، راهزنان امروزی این یکی را هم ندارن. تو را به خدا میبینید؟ یعنی وقتی سران ارتش شاهنشاهی که رضاشاه گزینش کرده راهزن و آدم کشن، یعنی رضاشاه سردسته راهزناست دیگه. چطوری باید بگه؟ این آقا سال 1318 به دوزخ شتافته، یعنی مرده رفته. 14 سال سازندگی رو 18 14 سال سازندگی رو از 1304 تا 1318 ندید. آزادی زنان رو ندید. برگرداندن یعنی ایجاد امنیت و توسعه اقتصادی رو ندید. این دردشون برای این بود که رضا شاه بساط مشروطه رو جمع کرد، میرزا کوچک انگلی رو سرکوب کرد، شیخ خزر رو سرکوب کرد، پسیان رو سرکوب کرد، او یارو اسماعیل سیمیتخور رو سرکوب کرد. خب به منافع انگلستان قطع شد دیگه دکتر. حق بدید به این مزدورانی مثل این و بعدش ایرج پزشکزاد که بیان اون لژننامه رو به اسم دایجان ناپلئون بنویسن. اینا مزدوران کشور روس و انگلیس بودن در ایران. خب رضا شاه بساط اینها رو جمع کرد. رضا شاه دکتر حجت کلا شما در مناتو منم الله اعلام کرد، گفت رضا شاه زمانی که اومد مشروطه جمع شده بود، رضا شاه اومد مشروطه رو برپا کرد. رضا شاه در فرمان 10 ماده‌ای که اعلام کرد من حکم میکنم، این کجای فلسفه مشروطه است که رضا شاه عملا اعلام کرد و بر همون 10 فرمان 10 ماده‌ای ایران رو ساخت، گفت من حکم میکنم. و اینها میگن رضا شاه فشار اومده دیگه، بهش فشار اومده. خب بله، حق بدید به تقیه ارانی که اون روز جفتک بندازه و حجت کلاشی که امروز جفتک بندازه. بفرمایید. سپاسگزارم از یادآوریتون. ببینید بهتر از من میدونید، بختیار، شاپور بختیار در کتاب یک رنگیش در رستاخیز به مردم نشون دادیم، به احمدشاه میگه پادشاه دموکرات و میهن پرست، به رضاشاه دوم میگه فردی حریص و طماع و دیکتاتور که این و جاهل، یعنی نادان، که این افراد به درد اداره کشور نمیخورند. فرد محبوب شاپور بختیار کی بوده؟ احمد سلطان قجر که دشمن ایران ایرانی بود، در نژادکشی ایرانیان هم دست داشت. اینا تا این حد بی همه چیزن. به هر روی میخوام بگم این آقا دیدگاهش راجع به رضا شاه بزرگ اینه. البته این جزوه بیان حق خیلی از این مطالب داره حالا. و این آقای شاملو تریاکی هم یه شعری در وصف آقای تقی عرانی گفته. شما ببین هرچی ایران ستیز ستاینده این آقای تقی عرانی بوده، هرچی ایران ستیزه. من فقط یه مطلب مهمی رو بگم، بعد خواهش بکنم از کتبان کمالپور گرامی اون فرتورها رو من نشون دادم. فرتورها رو در این صحبتتون هم رو فقط یه اشاره ای کاش زیرش رو میخوندین. حالا بر صورت ببینید، اولیش که شعری درباره رفیق تودهی دکتر عرانیه، دومیش به یاد رفیق تودهی خسرو روزبه و رفیق شهید عرانیه که اصلا شبکه توده پارتیه حزب توده در یوتیوب اینو گذاشته. خب الان بفرمایید، اولی روی کتاب ساواک سازمان اطلاعات امنیت کشور. نه اون زیرشو بخونید اگه امکان داره. نوشته شعر درباره رفیق توده‌ای شهید دکتر تقی عرانی. درود بشد. شماره دو. شماره دو نوشته به یاد رفیق شهید توده‌ای خسرو روزبر و رفیق شهید تقی عرانی. از سایت از گروه توده پارتی در یوتیوب. خب سومی. سبانی نوشته معرفی کتاب کشف ایران، تقی عرانی، جهانوطنی رادیکال با دکتر علی میرسپاسی. جهانوطنی رادیکال. ببینید جهانوطنی آقا رادیکال. کتاب نوشتن برای آقا به عنوان یک جهانوطن رادیکال. این پوفیوز حجت کلاشی به یک ایران ستیز، پهلوی ستیز، جهانوطن یا جهان میهن رادیکال میگه چهره ملی. ما باید چیکار کنیم با این بی همه چیز؟
چیکارش باید بکنیم؟ نباید اینجا بخیه بخیهش بکشیم، نباید اینجا رسواش بکنیم، نباید اینجا آبرو حیثیتش رو به باد بدیم؟ آقا فقط مسئله تغییر ارانی نیست که آخه من الان میگم اصلا من کدوان قاسمی میدونه من چه واکنشی به این توییت موقعی که با ایشون صحبت میکردیم نشون دادم. اصلا من میدونم که پشت این ماجرا چی خوابیده، اصلا قلبم به تپش افتاد، فشار خونم رفت بالا. ببینید تقی ارانی در 14 بهمن 1318 به درک و یعنی مرده رفته. سال 1127 حزب توده که الان میشه بقیه اون مدارکم نشون بدیم بعد اینو بله بگم. آماده است، بله آماده است. فیلمی کوتاه از مراسم بزرگداشت دکتر ارانی با حضور رفقا طبری و کیانوری. سپاسگزارم. بعدی حزب توده ایران به مناسبت 75 سال یعنی 75مین سالگرد شهادت دکتر تقی ارانی. یعنی همش توده یا و چپی ها دارن برای آقا تبلیغ میکنن جهان میهنه و شهید راه توده. بعدیش هم از لاس خشکه ها و لاسای تره اسلامگره ها با ارتجاع، یعنی همون ارتجاع سیاه با ارتجاع سرخ یعنی چپ مغزانه. میشه این دوتا رو هم بخونی؟ بله. شبکه شرق اومده نوشته تقی ارانی و استبداد رضا شاه در 13 دی ماه 1401 نوشته اینش اگه بزرگواری کنیم بعدی رو نشون بدین. یه تیکای قرمز داره خیلی مهمه بزرگه، چون من نمیبینم از شما رو به زحمت میندازم، اگه میشه اون تیکای قرمز رو بخونیم. بله. نوشته تقی ارانی در از ویکی فقه، خیلی جالبه، از تارنمای ویکی فقه یعنی فقه شیعه. بله. یه مطلبی رو در رابطه با گذشته تقی ارانی نوشته، ولی اینجا که قرمزه نوشته وی از فعالان مخالف دیکتاتوری رضا شاه بود. بعد فهرست مندرجات نوشته 2-2 پایه‌گذار فرقه جمهوری انقلابی ایران. درود به شرفتون. پایه‌گذار فرقه جمهوری انقلابی ایران و دشمن رضا شاه بزرگ میتونه چهره ملی باشه؟ مزدور کاگبه میتونه چهره ملی باشه؟ از نظر آقای حجت الله کلاشی بله میتواند، به دلیل اینکه آینه تمام نمای خودش میباشد. آقا عکس اینو فرتور اینو میذارن کنار مارکس و نمیدونم انگلس و چه میدونم لنین و استالین، ستایشش میکنن. این در این حد اینو بردن بالا به عنوان یک چهره شاخص برای چپ مغزان ایران ستیز دشمن ایران و ایرانی. بعدی آقا میگه چهره ملی بوده، عکس اینو کنار استالین میبرن بالا میگه چهره ملی بوده. تعریف چهره ملی رو هم فهمیدیم. فقط یه اون دوتا فیلم رو اگه میشه نشون بدی. بله. که منم یه دو سه دقیقه توضیح بدم و سخنانم رو به پایان برسونم. اول کدوم فیلم رو نشون بدم؟ فیلمی کوتاه از مراسم بزرگداشت. یه فیلم کوتاه اولش هم اینقدر اینا دست میزنن برای تقی ارانی و اون نمیدونم طبری و چه میدونم به قول گفتنی طبری و کیانوری که دشمنان خاندان پهلوی و تمامیت ارضی ایران بودن، که اصلا یه صدای ناهنجاری داره. اول میشه اونو بذارید، بعد ویدیوی دوم رو هم از آغاز تا دقیقه 3-4-5 که فقط همیهنان بدونن یه تقی ارانی مورد ستایش چه کسانی است. حتما. در سطح جمعه بیش از دیوش به سنرده میشینم بران بند و سلام به جنس پاران بیبار و خرکنن دیگر
دوستان مجبورم من صدای ویدیو رو ببندم چون قطعا این موزیکی که گذاشتن کپی رایت داره، بعد با مشکل برخورد میکنیم. فقط ویدیو رو ببینید که چه تصاویری وجود داره از مراسم 75 سالگرد تقی ارانی که توسط حزب توده گرفته شده. آره بعد میخواین تصاویری که تموم شد من فقط میخواستم نشون بدم فرتور اینو کنار فرتور چه کسانی بالا میبرن. بله بله الان داره نشون میده. بله بفرمایید دکتر جان. خواهش میکنم. ببینید این آقا به عنوان شهید راه تودش، پدر حزب توده، پدر نمیدونم حزب فرقه جمهوری انقلابی، پدر بازسازی حزب کمونیست، اینها شناخته میشه. باز هم میگم بسیار ایران ستیز، بسیار حالا نیان بگن رفته 4 تا کار درباره ادبیات ایران کرده، یه 2 سالی هم با مجله کاوه در ارتباط بوده. من سال در 37 سالگی هم مرده، سالای با سالای پایانیش کار دارم. ایشون چه اندیشه ای داشته که مرده؟ خب در زمان مرگش چه باوری داشته؟ اگه بازم میگم اگه یکی 10 تا کار خوب بکنه بیاد یک بار یک نفر رو بکشه، نمیگن چون 10 بار کار خوب کردی آقا آزادی، برو دنبال زندگیت. نه، باید پاسخ بده. خب ببینید در سال 1115 بهمن این آقا 14 بهمن مرده، در 1127 ببخشید 14 بهمن 1118 18 تا 27 9 سال فاصله داره. در تمام این سالها تبلیغ میشد که این آقا که از تیفوس مرده بود و اولین بار سفارت انگلستان میگه که این آقا کشته شده در زندان چون هدف داشته از این کارش. ببینید چون هدف داشته از این کارش، توده یا یه برنامه ریزی میکنن، مطلع میشن که شاهنشاه در سالگرد گشایش دانشگاه تهران در 15 بهمن سال 27 قرار ایشون برن به دانشگاه تهران و اون دانشنامه دانشجویی یا تحصیلی دانشجویان رو در دانشکده حقوق ایشون بدن برای انتقام. ببینید رمز عملیات چی بوده؟ انتقام خون تقی ارانی. قرار بوده شاهنشاه ما رو بکشند، محمد رضا شاه، شاهنشاه آریامهر رو، به انتقام خون تقی ارانی. ناصر فخرایی توی دوربین هفتیر جاساز میکنه، میره تق تق یه چند تا تیر میندازه، خوشبختانه به شاهنشاه نمیخوره. حزب توده آماده بوده تمام طول سگان آموزش دیده مکتب تقی ارانی آماده بودن که به محض اینکه خبر کشته شدن شاهنشاه پخش بشه حمله بکنن به پادگان ها، اداره های دولتی و تهران رو بگیرن و کلا در کشور کودتا بکنن. دست به یک تجمع بزرگی هم در بهارستان زدن، آغاز به راهپیمایی کردن از بهارستان که به محض اینکه آماده باشن تهران رو تصرف کنن. به چه بهانه ای؟ به بهانه انتقام خون آقای تقی ارانی. چرا امروز من میگم آشفته میشم وقتی این چیزها رو میبینم؟ چرا حجت بهتر از من میدونه تقی ارانی کی بوده؟ چرا میاد بهش یه چهره ملی میده؟ اینا رمزه، اینا سیگنال و پالسه، اینا یک کدهایی که اینها در نوشته هاشون، در گفته هاشون مجبورن
این کدها رو به کار ببرم. شاهنشاه یه بار به خاطر تقی ارانی کشته شد، این بار دومه که برای فرزند ایشون، این بار این کسانی که به ایشون دارن نزدیک شدن به شاهنشاه، به رضا شاه دوم، نام تقی ارانی رو داره میاره، داره به عنوان چهره ملی جاش میزنه. فردا همین هواداران پادشاهی اگر خدایی نکرده اتفاقی برای رضا شاه دوم افتاد، نیایید بگین بزنید تو سر صورت خودتون، ای وای چرا اینطوری شد، چرا اینطوری شد؟ به خاطر ناآگاهی و نادانی برخی از شما. چرا اینطوری شد؟ چون نمیتونید بین خطوط رو بخونید، چون نمیتونید ریزکاری ها رو درک بکنید. چرا اینطوری شد؟ چون به هر ننه قمری دل میبندیم. یه روز سید حمیدرضا موسوی نژاد با نام دروغین شاهین نژاده، یه روز میشه عاشق خم ابروی آرتمیس علی آبادی میشین، یه روز نمیدونم برای تقی‌زاده دست میزنید، یه روز نمیدونم از شرام شالاتان پشتیبانی میکنید، یه روز میشین نوچه و زیر دست حجت الله کلاشی و زنش روشنک آسترکی. همینجا من به روشنک آسترکی بذارید یه پیامی بدم. روشنک، خودت میدونی حجت قبل از تو 7-8 جا پلکید از میخواست زن بگیره انداختنش بیرون. حجت رو میدونی چه سوء استفاده گریه، به خواهر و شوهر خواهر خودش رحم نکرد، البته خواهرش هم جزء باند خودش، آخه به کسی که برادرانه دوستش داشت یعنی اوژن اکبری رحم نکرد. نوبت تو هم میرسه روشنک، سوء استفاده هاشو که کرد، کاراش که تموم شد، استفادت که کرد، خوب ازت استفاده کرد، مچالت میکنه، پرتت میکنه تو سطل زباله. خودت خوب اینا رو میدونی، ولی چون شوهر سومت مجبوری یه مقدار رعایت بکنی. حالا به هر روی، ببینید دوستان، نام بردن، این که نام از تقی ارانی بردن از سوی حجت کلاشی رو اتفاقی ندونید. باز هم میگم یک بار به بهانه انتقام از مردن تقی ارانی میخواستن شاهنشاه آریامهر رو بکشند، این بارم این آقا من 100% مطمئنم اتفاقی در حال جا اندازی تقی ارانی نیست، اینا این کتا رو داره میده. حواستون باشه، شریک حتی در حد لایک کردن یکی از پستای این جرثومه تو فیسبوک و توییتر و اینها، شریک این کثافتکاری ها نشین، هوشیار باشین. تا روزی که این آقا جرأت اگر کرد پاش برسه ایران، پوزش میخوام، اون موقع ملت ایران و به ویژه اونهایی که از این جرثومه، به خاطر این جرثومه شکنجه شدن، خونشون ریخته شده، عزیزی رو از دست دادن، حساب اینو برسن و بکشوننش پای میز محاکمه. سپاسگزارم از شما، از بردباری شما و از بردباری بینندگان. من گفتم به پایان رسید، اگه پرسشی چیزی هست در خدمتون هستم و میشنوم سخنان ارزشمند شما کدبان قاسمی گرامی و سخنان کدبان کمالپور گرامی رو. بی اندازه سپاسگزارم. زنده باشید دکتر جان، پرتوان باشید. جناب قاسمی بفرمایید. دکتر، کویتی پور یه شعر جدید خونده یا آهنگ جدید خونده و اونم این، حالا من یه بخشیشو برای دوستان میگم. میگه دل پریشانم که از حجت نمی آید صدا، روشنک حجت کجاست، چرا لنگات رو حواس. حالا بقیهش حالت مجوز بگیره پخش میشه. اصلا خدمتتون که نکته مهم داستان دکتر بهش اشاره کرد، ولی خیلی جای بحث داره و خیلی جای کنکاش داره. ما قبلا گفتیم ولی یه بار دیگه بیایید بهش فکر کنید. آدم هایی که دوروبر پادشاه گماشته شدن، اینو یه بار دیگه با قول معروف صراحت اعلام میکنیم، افرادی که دوروبر پادشاه هستن انتخابی پادشاه نیستن دوستان، اینها زندانبانان پادشاه هستن. چه احمد اویسی، فسیل احمد اویسیش باشه، چه امیرحسین اعتمادیش باشه، چه یه روزگاری نازیلا گلستان باشه، چه رضا پیرزاده باشه، چه رضا قریشی باشه، چه کیومرث نعیمی باشه و چه هر بی پدر مادر دیگه‌ای، اطراف پادشاه، اینها انتخاب پادشاه نیستن دوستان. در مجله فریدون یا سوراخی که به نام فریدون
بازگشایی کرده سعید حجاریان، اعضاش رو اعلام کردیم، امیرحسین اعتمادی و علیرضا کیانی و سعید قاسمی نژاد و امثال این جک و جونورا. مبنای فکریشون همون چیزی بود که الان دکتر توضیح داد، قهرمانشون یا قهرمانانشون ایران ستیزانی هستند که به قول دکتر شاهنشاه آریامهر یک بار برای تبلیغات منفی انگلستان و عوامل و عناصرش در مشروطه ایران تاوانش رو داد. خیلی جالبه دکتر، شما امکان نداره پادشاهی خواه باشی و بعد یک دشمن پادشاه ایران، دشمن ملت ایران رو یک فرد ملی بخونی. همین آدم ها دکتر زمانی که به مصدق میرسن، مصدق هم یک آدم ملیه از نگاه اینها، بختیار هم یک آدم ملیه، اما شاه کسیه که قانون اساسی مشروطه رو از نگاه اینها زیر پا گذاشته و یک شخص غیر ملیه. بعد این آدم ها اطراف پادشاه ایرانن. الان تیم سعید حجاریان، من بارها بارها ما توی اینستاگرام هم توی توییتر جناب کمالپور من توضیح دادیم، نوچه هایی که الان فرستاده شدن، همین جک و جونورا، این گیمه ها و این نمیدونم لزبیان هایی که توی فضای مجازی فراوانن گوشواره به گوش ها، که الان همشون هم توی حزب ایران نوینن، همشون هم از طرف سعید حجاریان، شما میبینید هر روز اینها رو برگه به اسم همسر بانو، همسر رضا شاه دوم، بانو یاسمین پهلوی، هر روز دارن ساپورت میشن، حمایت میشن. ما همیشه گفتیم، باز هم میگیم دوستان، این صفحه توسط شخص امیرحسین اعتمادی اداره میشود و آدم هایی که روی اون صفحه استوری میشند، آدم هایی هستند که قرار نقش بازی کنند، آدم های بی ریشه، بی هویت، بی بوته هستند که باید از این طریق بیان بالا، بعد در من و تو رژیم اینترنشنال و همسار هم به عنوان تحلیلگر و لیدر مبارزاتی در این فصل مبارزه ملت ایران وارد میدان میشن. اینها کسانی هستند که قراره این انقلاب ملت ایران رو به ناکجا آباد بفرستن، اینها کسانی هستند که قراره بعد از نسل فسیل اپوزیسیون که بارها در موردش صحبت کردیم، همون جوری که در جمهوری اسلامی پوست اندازی قراره بشه و داره میشه، در اپوزیسیون هم داره پوست اندازی میشه، نسل جدید مهره ها دارن وارد صحنه میشن و این نسل جدید رو بشناسید که فریب نخورید. شما در یک حرکت ایران ستیزانه امیرحسین اعتمادی که ما قبلا در موردش با دوستان برنامه های مختلف داشتیم، زمانی که پرچم شیر خورشید تاجدار ایران رو که رستاخیز سیمور و ارتش سری به عنوان محکمترین و قویترین سلاح دست مبارزان داخل ایران فرستاده رو میان با شورت و کرست مادر امیرحسین اعتمادی ادغامش میکنن و اون نماد گی و لزبیان رو درست میکنن باهاش، و جالب دکتر همین هایی که مدافع این لز و گی و این مسائل و چونکنک بازی ها هستن، به جمهوری اسلامی ایراد میگیرن که چقدر دارید چونکنک بازی میکنید تو داخلتون. خب آقا، خب شما هم که همینه دارید تبلیغ میکنید، که اون که داره عملیش میکنه شما دارید تبلیغش میکنید، پس چجوریه این وسط؟ چجوریه اون عملیشو انجام میده، شما میدید نمادهای ملی رو همون برچسب روش میچسبونید و مدافعش میشید. و شما دیدید همین ارازل و اوباشه، اره و اوره و شمسی کوره، این جک و جونه برای که تازه از تخت در اومدن، همشون بسیج شدن در حمایت از اندیشه سعید حجاریان که از خروجی امیرحسین اعتمادی میزنه بیرون و تماماً ضد نماد ملی ایران سفارایی کردن. و خیلی جالب تره که هر مزخرفی که اینها میگن توسط امیرحسین اعتمادی هم در کیهان لندن باید پخش بشه، هم در رژیم اینترنشنال، هم در منام الله، هم در برگه همسر پادشاه بانو یاسمین پهلوی باید استوری بشه. بدونیم اینو، بفهمیم پادشاه ما 1357 در آمریکا گروگان گرفته شده. طرح هنری پرشت رو بخونیم، بفهمیم دولت‌های آمریکا قانونی در سال 57 در کنگره و سنا تایید و به قول معروف تنظیم شده به اسم طرح هنری پرشت. هر دولتی در آمریکا باشه باید این قانون رو اجرا کنه و اون قانون میگه آمریکا تا زمانی که جمهوری اسلامی منافع خود و متحدانش رو حفظ کنه،
هرگز اجازه به خاندان پهلوی از جمله ولیعهد بر علیه جمهوری اسلامی رو نخواهد داد. خب این یعنی چی؟ وقتی صبح تا شب این همه رسانه براتون از در دیوار گذاشتن که گمراهتون کنن و سرگرمتون کنن، چرا فکر میکنید برگه پادشاه یا برگه همسر پادشاه برگه مستقل خود ایشونه؟ اگر در زمان فریدون و کاوه دکتر کسانی از طرف زندانبانان فریدون نامه‌ای برای کاوه می‌بردن و به کاوه می‌گفتن از قول فریدون آقا برو خونت بشین بذار ضحاک کارشو بکنه، آیا کاوه باید فریب می‌خورد چون این نامه به اسم اون فریدون اومده بود؟ نه، الان هم همینه. اگر زندانی در دنیا شما سراغ دارید که در انتخاب زندانبانش نقش داره، پس به پادشاه هم این حق رو بدید که احتمالا آدم های دوروبرش رو خودش انتخاب کرده، در صورتی که اینجوری نیست دوستان. خیلی خیلی این نکات مهم و کلیدیه. اون داستان ترور پادشاه که توسط اون پان کرد و اون پان عرب و اون پان نمیدونم چی مطرح شد و بعد امیر حسین اعتمادی اومد بلواش رو به پا کرد، یادتون باشه؟ خود امیر حسین اعتمادی الان داره برنامه های دیدار پادشاه رو برنامه ریزی میکنه. آقا چرا باید پادشاه و همسر ایشون برن در یک محلی به اسم خانه امن که جمهوری اسلامی با بازیگران امنیتیش داره سریال بازی میکنه، یعنی داره ضبط سریال داره و این سریال امنیتی بخش اولش در ایران با بازیگری همین بازیگران پخش شده و بخش دومش قرار بوده در خارج از کشور به قول معروف سویش بشه و کلید بخوره و الان داره انجام میشه. چرا پادشاه باید بره توی این مراسم؟ کی فکر میکنه این برنامه ریزی رو انجام میده؟ شخص امیر حسین اعتمادی. و اینا رو تا ندونید متاسفانه این گرفتاری ها هست. یه کسی زیر کپچر تبلیغاتی این برنامه نوشته بود شما مزدورید چون الان توی این زمانی که نزدیک انقلاب هستیم و فلان و فلان دارید تفرقه میندازید. عزیز من، شما تو آگاهی نداشته باشی میری تو خیابون کشته هم میشی. امثال حجت کرد اون سری اسماعیل اسماعیلیون بود و قومی کلا، این سری کلاش و کلاشیونه. خب در نهایت ملت ضرر میکنن، جوان ها از بین میرن. اما اگه آگاهی داشته باشی و بری تو خیابون، این شمایی که برنده ای. پس افشاگری عجب ابلهی بوده این. نه هستن دکتر، از این جانوران سایبری زیادن. افشاگری حتی در زمان انقلاب و بعد از انقلاب لازمه آزادیه. این صحبت هایی که الان میشنوید رو ما نه خصومت شخصی با این آدم ها داریم، نه ارث پدرشون رو خوردیم، نه اونا ارث پدر ما رو خوردن، اما در مسیری که داریم مبارزه میکنیم و کشتی به نام ایران که در حال غرق شدنه، این آدم ها مسئولن و مقصرن و ما به عنوان ساکنان اون کشتی وظیفه داریم دیگران رو خبر کنیم. حالا میخواید بیاید بگید آقا این سه چهار این سه نفر آدم مزدور، برید بگید. میخواید بگید میهن پرستن، برید بگید. میخواید حرفای ما رو قبول کنید، قبول کنید. میخواید نکنید هم نکنید، اما خودتون برید تحقیق کنید، خودتون برید بررسی کنید. چطوری میشه کسی که در داخل ایران مدافع حرمه، مدافع عملیات های تروریستی جمهوری اسلامی در سوریه و یمن و عراقه، مدافع هزینه کردن اموال ملت ایران در سوریه و عراق توسط جمهوری اسلامیه، این آدم بیاد امروز برای شما بشه پادشاهی خواه، اول مشروطه خواه، بعد با فشار افکار عمومی بشه پادشاهی خواه، بعد قهرمان ملیش بشه تقیه ارانی؟ آقا نمیخوره با هم، یه جای کارتون ایراد داره. پس این افشاگری ها، این زمان هایی که گذاشته میشه و همه اینها رو جدی بگیریم. من دو تا جناب کمالپور دو تا ویدیو فکر میکنم از پادشاه داره در مورد قانون اساسی مشروطه و جریان مشروطه ها رو اگر فرصت کردی اینا رو هم بذارید. اینو که دیگه عامل جمهوری اسلامی نیست، ایشون پادشاه شاهنشاه آریامهره. زمانی هم که این حرفا رو زده جمهوری اسلامی نبوده، حجت کلاش نبوده، حزب مشروطه نبوده که کسی بیاد عامل تفرقه باشه، سپاه پاسداران هم در کار نبوده. پادشاه داره میگه در مورد مشروطه و قانون اساسی مشروطه و بعد خودتون تصمیم بگیرید. شما میخواید مصدقی و مدرسی و بختیاری و بختیاری منظورم شاپور بختیاره این طیف باشید یا نه دنبال خطی باشید که پادشاهی داره میگه که ایران رو ساخت و یه تنه جلوی همه این مشروطه چیان و این بساط
استعمار روس و انگلیس ایستاد. بفرمایید. اگر اشتباه نکنم 72 سال پیش مشروطیت ایران ایجاد شد، 70 سال پیش در 1907 ایران بین انگلستان و روسیه تقسیم شد. تاریخ ببینید چطور تکرار میشه. یعنی عرضی که مشروطیت در ایران ایجاد یه اتحاد ملی بکند و مردم دور پرچم خودشون، دور نام ایران، دور استقلال ایران جمع بشوند، نفوذ خارجی طوری شد که مملکت بعد از 2 سال بین 2 مملکت اجنبی به عنوان مناطق نفوذ تقسیم بشن، پایتخت ایران تخت بکنن و برن به این مملکت اجنبی. این تنها مظهر مقاومت ملی. بله، سخنان شاهنشاه رو پخش کردم. جناب قاسمی هستید؟ بله جناب، که من صحبت رو کردم و صحبت پادشاه رو اون یکی ویدیوش هم اگر تونستی بعدم بذار که دیگه کامل کنم. همین بود دیگه، فرستاده بودید؟ نه، یه لینک توییتر براتون گذاشتم. اون لینک توییتر اگر کلیک کنید یه ویدیویی در مورد مسخ شدن قدرت پادشاهی در ایران توسط مشروطه از زمان پادشاه و بسیار مهمه. خب اون الان دیگه نمیتونم درستش کنم متاسفانه. خب خدمتتون عرض کنم دوستان، ما تا الان 3 ساعت و 40 دقیقه از برنامه‌مون رو صحبت کردیم گذشته. به قدری اسناد و مدارک زیاده که خواسته باشیم نشون بدیم، فکر کنم یه 3 ساعت و 40 دقیقه دیگه یا 4 ساعت دیگه هم به درازا بکشه، اما من ترجیح میدم که در یک برنامه دیگه به زودی این کار رو انجام بدیم، حالا یا خود جناب قاسمی یا جناب دکتر مهراد انجام بدن. ولی در هر صورت اسناد خیلی زیاده، مدارک خیلی زیاده، من خیلی از اسناد هنوز موفق نشدم نشون بدم، خیلی از ویدیوها هستش، به دلیلی که به درازا نکشه و شما هم خسته نشیم، ما هم بتونیم این ویدیوها رو درست کنیم برای یوتیوب و جای دیگه هم همینان در اون مرزی هم به راحتی بتونن ویدیو رو ببینن. من پیشنهاد میکنم که برنامه امشب رو تمومش بکنیم اینجا، بعد هماهنگ کنیم برای بخش بعدی و تکمیلی این داستان. نظر شما دوستان چیه؟ خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما و از زمانی که به من دادید. تمنا میکنم، سپاس از شما و پرتوان باشید. جناب قاسمی شما؟ بله جناب کمال‌پور دیگه، چون این بعد 4 تا برنامه 1 ساعته میشه برای اینستاگرام هم سوال فرصت کنم ببینن و بشنون، بقیهش هم ببینه حالا واسه یه روز بعد از ظهر. خدمتتون عرض کنم که پس دوستان صحبت پایانی اگر دارید جناب دکتر مهراد، خدافزی چیزی هست؟ سپاسگزارم. برای هممیهنان آرزوی تندرستی و شادی دارم. با همدیگه همبسته باشید، به ایران بیاندیشیم همون گونه که شاهنشاه آریامهر روانشاد فرمودن، و به اتفاق جهان میتوان گرفت. امیدوارم همه پادشاهی خواهان در کنار هم بیستند و برای بازپسگیری میهن خودشون، همون گونه که در درازنای چند هزار سال محروز یا تاریخ ایران بارها این کار رو انجام دادن و ایران رو از دست اشغالگران آزاد کردن، این بار هم پرتوان و دلیرانه همان گونه که تا به امروز پیکار کردن، این پیکار ایران پرستانه رو هرچه بیشتر و بهتر پی بگیرن. سپاسگزارم، بهترین ها رو برای همه آرزو دارم، پاینده ایران جاوید شه. سپاس از شما و جناب قاسمی. بله، منم سپاسگزارم از همه دوستانی که وقت گذاشتن 3 ساعت خوبه صحبت رو شنیدن. حتما این برنامه رو پخش کنید، کسایی که میتونید اون تیکه‌ای که فکر می‌کنید مهمه، مخصوصا صحبت دوستان و جناب دکتر، مخصوص هم در مورد اون قضیه تغییر ارانی و اون خطری که اطراف پادشاه است، اینا رو بخش بخش کنید، تیکه تیکه کنید و پخش کنید. به هر حال
کاری که از دست ما برمیاد اینه که همه با هم در مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی و یادمونم باشه باز یه بار دیگه قبل از آزادی ما باید به آگاهی برسیم. وقتی به آگاهی برسیم آزادی پیش روی ماست. اما اگر نرسیم هر چقدر هم قیام بشه مردم بیان کشته بدن جوانو از بین برن، اما در نهایت این اهریمن و این جمهوری کثیف تروریستی اسلامی است که روی خون بچه های ملت ایران موج سواری میکنه و به نفع خودش مصادره به نفع میکنه. بنابراین خیلی مهمه که توی این راستا نه تعارف با کسی داشته باشید، نه شوخی، نه مماشات، نه مصلحت. اگر در میدان جنگید فقط بجنگید. هر کسی که دیدید برخلاف منافع ملی ایران، برخلاف صحبت واقعی ملت ایران حرکت میکنه، تردید نکنید که پالونش گجه. برای هر کی بخواد باشه باشه. برای سپاس گذارم از شما جناب کماکور دکتر سروش مهراد نازنین، پاینده ایران جاوید شاه و بدرود. بله دوستان، از اینکه حدوداً 4 ساعت با ما همراه بودید از یکایی که شما ازان سپاسگزاری میکنم. براتون بهترین ها را از صمیم قلبم آرزو دارم. در هر کجای دنیا که هستید به فکر ایران باشید و فقط اینو بدونید که تنها دشمن جمهوری اسلامی و تنها عزیزانی که به فکر ایران هستن طرفداران سامانه پادشاهی هستن و هیچ کس غیر از این طرفداران واقعی و راستین به فکر نجات ایران و به فکر بازگشت به هویت ملی و پادشاهی و با خاندان ایرانساز پهلوی نیست. براتون بهترین ها را از صمیم قلبم آرزو دارم. پاینده ایران و ایرانی، برافراشته باد پرچم سرنگ شیر خورشید نشان. تا جان در تن من است، تا خون در رگ من است، تا ابد جاوید شاه تنها کلام من است و خاک ایران تنها سرای من است.